صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا، مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir. فصل اول. سرزمین نور. نوشته سعید آل رسول. داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار امیر میریان. تهیه کننده عزرا وکیلی. جعفر رفته بود بدون آنکه اندوهی بر چهره داشته باشد یا ترسی در دل. من مانده بودم در خانه تنها با دنیایی از وهم و خیال. نمی دانستم در آنجا که همسرم جعفر رفته بود چه می گذشت. حکایت دادگری پادشاه حبشه را پیامبر باز گفته بود و مژده داده بود، اما فرجام هیچ قضاوتی روشن نیست و تاریک بودن آینده آدمی را در نگرانی غرق می کند. جعفر آندم که پای از خانه بیرون می گذاشت تا به دیدار نجاشی برود با من گفت: بد به دل میاور که خدا با ماست. آنچه از پیامبر شنیدم به نجاشی خواهم گفت بدون کم و کاست. راستی پیامبر چه می توانست به جعفر آموخته باشد که برای مردی نصرانی همچون نجاشی حجت باشد؟ مگر نه آن که پادشاه این سرزمین بر دین عیساست و مردمش را پیوسته بر این شریعت ترغیب می کند؟ پس چگونه از مردی عیسوی مذهب میتوان انتظار همراهی با آیینی نو داشت؟ گرچه آوازه دادگریش به گوش فلک رسیده باشد.
اینها بود که جان اسما را به اضطراب دچار می ساخت و چشمان او را بر حلقه در خیره می کرد تا جعفر بیاید و از دربار پادشاه سخن بگوید. دربار پادشاه بیشتر از جان اسما به اضطراب دچار آمده بود. از یک سو نمایندگان قریش عمرو عاص و عبدالله ربیعه که دندان به لب می‌گزیدند و گفتگوی نجاشی را با پسر ابو طالب دنبال می‌کردند، از سوی دیگر وزیران و مشاوران پادشاه که بیمناک فرجام ماجرا بودند و دیگر جعفر که ایستاده بود و برای شنیدن پاسخ نجاشی انتظار می‌کشید. شوری عجیب در خشتن احساس می‌کنم. طوفان را در مقابل می‌بینم که بند وجودم را به لرزه در انداخته است. آنچه این جوان عرب برزن جاری کرد چونم سیل خانه برکن به سوی من سرازیر شده است و در این میان پناهگاهی نمی‌یابم. او از پیامبری من ظهور سخن می‌گوید که از ریگزار تفتیده عربستان مبعوث خداوند شده است. کلمات او واژه های انجیل را در خاطرم زنده کرد. آنجا که عیسی مسیح آمدن روح راستی را مژده می دهد و تمام کردن حقیقت را بر عهده او می داند. آیا می توان باور داشت که موعود انجیل برادر عیسی، آن ستوده زمین و آسمان، ردای آسمانی رسالت بتن کرده باشد و از میان مشرکان حجاز هدایت جهانیان را سرگرفته باشد؟ پروردگارا، در این طوفان سهرگین چشم امید به سوی تو دارم تا همان گونه که پیامبر نوح را بر کشتی نجات نشاندی ساحل حقیقت را در برابرم ظاهر سازی. مگر نه آنکه پیامبرت را با آیاتی از نور همراه می کنی تا بندگان تو را دست بگیرند؟ مرا نیز نشانه ایده تا به آنجا که تو می خواهی هدایت کردم و از این گردها سرفراز بیرون شدم. نشانه همچون نشانه های کتاب آسمانی. راستی جوان، ای آنی که خود را پیرو آن پیامبر عرب می‌دانی، آیا می‌توانی از کتاب آسمانی او چیزی برای ما بخوانی؟ جعفر که از سرزمین وحی آمده بود و سالها در مکتب وحی زانو به زمین زده بود گویی که این لحظه را انتظار می‌کشید. تلاوت آیاتی از قرآن را آغاز کرد. و در کتاب از مریم یاد کن، آنگاه که از اهل خانه خود کنار گرفت و به مکانی دور عزلت گزید. پس از دید همگان که پنهان گردید روح خیش را به سویش فرستادیم و برایش چون انسان مجسم ساختیم. مریم گفت:
من از تو به خدا پناه میبرم اگر اهل پرهیزی. گفت من به راستی که فرستاده پروردگارت هستم تا تو را فرزندی پاکیزه بخشد. گفت مریم چگونه برایم فرزندی خواهد بود در حالی که دست انسانی به من نرسیده و هیچگاه خطاکار نبودم؟ گفت این گونه خداوند فرمود و این کاری است که بر او آسان است تا فرزندت را برای مردم قرار دهد نشانه ی رحمتی و این چنین خواهد شد. پس مریم به آن پسر بار برداشت و در مکانی دور خلوت گزید. پس آن دم که وی را درد بار گذاردن پیش آمد به شاخ نخلی پناه گرفت و گفت ای کاش پیش از این مرده بودم و فراموش می شدم. پس از زیر نخل ندایی برآمد که غمگین مباش که خدایت از زیر پایت چشمه‌ای قرار داده است. شاخ نخل را حرکت ده تا بر تو خرمای تازه فرو ریزد. پس بخور و بیاشام و چشم روشن دار. و هرگاه کسی از افراد بشر را دیدی به او بفهمان که برای خداوند روزه گرفتم و حرفی به زبان نمی آورم تا 3 روز دیگر. پس آن زمان که خیشان وی آمدند تا با خود ببرندش به صدا در آمدند که ای مریم کاری شگفت از تو سرزده است. ای دختر هارون نه پدرت بدکردار بود و نه مادرت بدکار. پس مریم به عیسی اشاره کرد. گفتند چگونه تواند کودکی گاهواره نشین سخن بگوید؟ گفت عیسی همانا منم بنده خدا که مرا کتاب داده است و به نبوت برمی یاد پیامبر راستین عیسی و مادر پاک دامنش مریم جان نجاشی را بیشتر از پیش برآشفت. نجاشی قطره اشک را که از دریای دیدش بیرون افتاده بود و بر گونه‌اش می‌لغزید به سرانگشت پاک کرد و گفت آنچه پیامبر اینان میگوید با آنچه عیسی برای ما گفته است چونان پرتوهای یک نور هستند. سپس به نمایندگان قریش آنها که برای باز آوردن مهاجران به حبشه رفته بودند روی کرد و گفت گمان مبرید که من این گروه مهاجر را به دیارشان بازگردانم. اینان میهمان ما هستند و در پناه ما قرار دارند. پریشانی نمایندگان قریش از این سخن نجاشی 100 چندان شد. امراض که این پیامد را ننگی بر زیرکی خود میپنداشت نغمه دیگر ساز کرد. دوستی ما قریشیان با زمامدار بزرگ حبشه اقتضایان را دارد که از روی نیکخواهی و دلسوزی شما را از آفت حضور این گروه در میان مردم حبشه برحذر داریم. اینها که مانند پیامبرشان جادوگران سخن هستند و به سحر کلام دل از هر شنونده‌ای می‌ربایند، اندیشه های خطرآفرین در پس ذهن پنهان کردند و می‌خواهند با لشکری از بافته های باطل خود بر سرزمین فکر مردم شما بتازند. آنچه زاده ابو طالب بر زبان آورد نشانگر اعتقاد اینها به مسیح نیست. بهتران است که پادشاه دادگستر عیسویان فریفته ظاهر کلام این گروه نشود و با مشت تدبیر بر دهان کسانی بکوبد که خدا را پدر عیسی نمی شناسد. آیا خوفان را ندارید که رواج این افکار پایه اعتقاد مردم این دیار را بلرزاند؟ وزیران و مشاوران نجاشی که خود را مدیون هدایای گرانبهای قریش می دانستند، سرها تکان دادند و با امر
همراهی کردند. این مرد قریشی درست میگوید. آنکه گروه مهاجران عرب پیامبرش میخوانند، پیامبر ما مسیح را در نزد مردم کمبه ها خواهد کرد. آنان که فرزند مریم را زاده خداوند میدانند، از این پس از رهگذر اندیشه مهاجران باور خود را از دست خواهند داد. نجاشی لحظه ای اندیشید. میان او و خدا رازی بود که تا آن روز برهی داد و پرسید: مسیح را شما چگونه میشناسید؟ آنچه ما پیرامون مسیح میدانیم همان است که پیامبرمان به ما آموخته است. مسیح در نظر ما بنده و پیامبر خدا بود. او کلمه ای از جانب پروردگار بود که به مریم عطا شد. نجاشی که گویا سخن خیش را از زبان جعفر می شنید چنان به شعف آمد که فریاد زد: به خدا سوگند که خداوند نیز مقامی بیش از این به عیسی نداده است. فریاد نجاشی پشت حاضران را به لرزه در آورد. وزیران و مشاوران را حرف پادشاه خوش نیامد، اما سکوت کردند و دم بر نیاوردند. کیستی جوان؟ منم، حکیم، فرزند برادر خدیجه. چه میکنی در این گذر؟ پنهان از چشم قریش در جامعه سیاه شب خزیدم تا برای آنان که در شیب ابو طالب به انتظار نشستند و به لطف خدا دل بستند آذوقه ای اندک ببرم. آن سوتر در دل سیاه شب، دو سیاهی گوش بر سینه سرد زمین نهاده بودند. صدای پای شتران را می شنوم. جوان بود و راه و شتاب و ترس به همان سو می رفت که آن دو تن ایستاده بودند. ایستی جوان؟ او حکیم است، می شناسم او را. پدرش برادر خدیجه است. بار شتران چیست؟ کدام شتران؟ شتران رفته بودند. افسارشان را باز کردم و برگردنشان انداختم تا بروند. به کدام سو؟ به سوی پناهگاه مسلمانان هم؟ به هر سو که خدا خواهد. و خدا خواسته بود که شتران راه پناهگاه مسلمانان شعب ابو طالب را در پیش گیرند. آنها راهشان را می شناختند و بدون ساربان مقصد را می‌یافتند. هرگاه ساربانان آشنا می‌ترسیدند به پناهگاه مسلمانان نزدیک شوند، افسار بر گردن شتران می‌انداختند و شتران خود راه را از بیراه پیدا می‌کردند. شاید خارهایی که در مسیرشان تا شعب در زیر زبان می چشیدند بوی گل می داد. قریش هنگامی که از مقابله با آیین نو به سطوح آمدند به کشتن پیامبر مصمم شدند. برای ابو طالب که بزرگ خاندان هاشم بود خبر آوردند که جان برادرزاده‌ات در خطر است. او به یاد آورد که پدرش عبدالمطلب دست یتیم دیروز و پیامبر امروز را در دستش گذارده بود و جانش را با جان برادرزاده پیوند زده بود. ای ابو طالب، نگاهبانی از کسی را که چونان پدرش یکتا پرست است به تو آمی گذارم. پدرم،
نگهداری از محمد نیازمند سفارش نیست که او فرزند من است و فرزند برادرم. پس خیشان را گرد آورد و با ایشان گفت: اکنون که قریش دندان لجاجت تیز کرده است و به جان فرزند برادرم چشم طمع دوخته، بر ماست که امین قریش را از دسترس نادانان قوم دور نگاه داریم و بر گوهر وجودش صدفی سخت و محکم باشیم. من از شما فرزندان هاشم و بازماندگان عبدالمطلب می خواهم که و در حالی که فرزند عبدالله را در میان دارید به کوه و دشت پناه برید و خود را از گزند شهر نشینان به سلامت نگه دارید. آنجا که ابو طالب به خیشان خود وعده می داد جایگاهی بود موسوم به شعب ابو طالب، دره‌ای در میان کوههای اطراف مکه با چند کلبه کوچک و چندین سایبان خوش و بی حاصل، سراسر سنگلاخ بود و تنها هدیه زمین به آدمیان بوته‌های خاری بود که پای عریان ساکنان دره را به خون می آلود. از آن روز که خاندان هاشم به شعب ابو طالب کوچیدند، من از جانب عمم خدیجه فرمان گرفتم که برای مسلمانان خرما و گندم تهیه کنم و به دره برسانم، اما پنهان از دیده قریش، زیرا آنان که کینه بنی هاشم را در دل داشتند از رسیدن آذوقه به شعب خشمگین می شدند و کسانی چون مرا که دست در کار تهیه آذوقه برای ایشان بودیم شایسته کیفر می شناختند. این بود که نیمه های شب باری اندک بر پشت شتر می نشاندیم و دل می دادیم به صحرای تاریک و جاده سنگلاخ. تاریکی صحرا و دشواری راه نیز نمی توانست خیال ساربانان را آسوده کند. قریش اینجا و آنجا کسانی را می گماشتند تا راه را بر آذوقه‌ای که به شعب می رفت ببندند. از آن روز که پیروان پیامبر و حامیان او راهی شعب شدند تا از جان پیامبر مراقبت کنند، بزرگان قریش پیمان بستند که زندگی را بر ایشان سخت بگیرند و در این میان آنچه بیش از همه پافشاری می کرد ابو جهل بود. انجمن که 40 تن بزرگ قریشی شانه به شانه نشسته بودند، ابو جهل فریاد زد: قریش هم پیمان می شود که از این پس با هیچ یک از پیروان و خیشان محمد هم نشینی نکند، دختر از ایشان نستاند و به مردانشان دختر ندهد، داد و ستد با آنان را تعطیل کند و در هر پیش آمدی هوادار مخالفان ایشان باشد.
قریش متن پیمان را بر صفحه نگاشتند و بر آن مهر زدند. آنگاه به ابو جهل سپردند تا به سان جان از عهدنامه قریش محافظت کند. سه سال رفته از پناهندگی مسلمانان بشه، یک بار که خسته و عرق ریزان نمد به پای شتران بسته در راه سخت کوهستان قدم برمی داشتم، بار دیگر ابو جهل را مقابل خیش دیدم. در پس صخره‌ای قامتش را پنهان کرده بود. نزدیکش که شدم بیرون جهید و افسار شتران را از دستم را بود. این بار نمی گذارم شترانت را بدون ساربان در بیابان رها کنی تا سر از شعب ابو طالب در بیاورند. مردی به سن و سال ابو جهل از بزرگان قریش با او بود. چه شده است؟ این دوم بار است که این برادرزاده خدیجه را هنگام آذوقه کشی می بینم. به خدای کعبه سوگند اگر آسودش بگذارم. به کدام گناهش گرفته ای؟ به گناه نفاق یا خیانت؟ اگر با قریش است، چرا پنهانی مسلمانان را یاری می رساند؟ و اگر با مسلمانان است، چرا آزادانه در مکه رفت آمد می کند؟ را باید با خود ببریم تا به بزرگی گناهش کیفر ببیند. رهایش کن که او برای عمه‌اش آذوقه می برد. تو حق آن را نداری که بازش بداری. چه می گویی ابوالبختری؟ رهایش کن تا برود. بختری، زهیر، مطعم و تنی چند از بزرگان قریش مدتی بود که از 3 سال نابسامانی فرزندان عبدالمطلب در شعب احساس شرم می کردند. پس یک دست شدند تا عهد قریش را زیر پا بگذارند و پیمان بشکنند. یک روز که آنان در کنار کعبه گرد آمده بودند، ناگهان حادثه ای روی داد. نگاه کنید، ابو طالب به این سو می آید. گویی پیرمرد می آید تا برادرزادهش را تسلیم کند. ابو طالب پیش می رفت، گامهایش محکم بود و استوار. آن ابو طالب، قدم از شعب بیرون گذاشتی و به حرم آمدی. چگونه شد که حریم را شکستی؟ تو نیز از شکافی که برادرزادت در میان عرب و در میان فرزندان عبد مناف پدید آورده است رنجوری. دست از حمایتش بردار تا به قبول آیین نیاکانش وادار کنی. ابو طالب برای چه سوی شهر رو آورده بود و قصد صحبت با سران قریش را داشت؟ آمدم تا فرزند برادرم را به شما بسپارم. مختارید با او آن کنید که می خواهید، اما این به شرطی است اگر بپذیرید. کدام شرط؟ من می دانم سرور خاندان هاشم ابو طالب چندی است که در روزگار پیری به سر می برد. دستش از مال و منال تهی است. برای آسایش این چند روز پایان عمر
میخواهد در برابر برادرزادهش چیزی طلب کند. اگر چنین باشد به عدد موهای سپیدی که در بدن دارد سکه و زر به پایش میریزیم. نه ابو جهل، نه، آنچه من میخواهم سیم و زر نیست. برادرزادم به من خبر داده است که عهدنامه شما را موریانه خورده و بران صفحه چیزی جز نام خداوند باقی نمانده است. اینک من از شما میخواهم که عهدنامه را حاضر کنید. اگر درست گفته باشد، شرط من آن است که پیمان خود بشکنید و عهد خود فراموش کنید. هم همه در میان حاضران در گرفت، برخی مخالف و برخی هم صدا با ابو طالب، اما همگان شگفت زده از پیشگویی پیامبر و مشتاق دیدن عهدنامه، ابو جهل را وادار کردند تا شرط ابو طالب را بپذیرد و عهدنامه را حاضر کند. وقتی که پیمان نامه را پیش آوردند، همان دیدند که پیامبر خبر داده بود و ابو طالب گفته بود. موریانه از آنچه نوشته بودند چیزی جز نام پروردگار باقی نگذاشته بود. ابو جهل را بهتی عظیم فرا گرفته بود، او که خود نگاهبان عهدنامه بود چگونه می توانست بر دیگری خورده بگیرد؟ با خود فکر می کرد چگونه محمد از آن چه در صندوق نهاده شده بود و برامر آن قوف و خورده باخبر شده است. زهیر و چندی دیگر که نزد ابو جهل آمده بودند تا از شرمساری خود سخن بگویند، موقع را غنیمت شمردند. یکی از ایشان برجست و عهدنامه را درید. ابو جهل را بهتی عظیم فرا گرفته بود. چگونه است که موریانه تنها نام خدا را باقی گذاشته است؟ این و آن به شادی و شور می گفتند و می شنیدند، اما ابو جهل خاموشی را برگزیده بود و هیچ نمی گفت. به شرط ابو طالب گردن نهادند و شکست را پذیرفتند. از همون روز شب نشینان راه مکه را در پیش گرفتند و سربلند از همون راه باز گشتند که روزی به قهر رفته بودند. بنی هاشم به مسکن و مأوای خود برگشتند و مسلمانان در آغوش خیشان و یاران جا گرفتند. مکیان خوشامد گفتند، هرچند
که ابو جهل و برخی چون او خود را باخته می پنداشتند و در لانه خزیده بودند. صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا، مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا، www.iranseda.ir. فصل سوم. خانه‌ای محقر خرد، تکه گلیمی مانده از سالهای دور، پیاله‌ای آب و بالینی که به چنگ و دندان بزرگ مکه را در آغوش گرفته بود. در سایه روشن سحرگاهان ابو طالب خسته از رنج کهنسالی چشم گشود. در و دیوار خانه آسمانی بود که در هر گوشش خاطره ای از خاطرات ابو طالب ستاره‌وار می درخشید و در این آسمان خاطره‌ها خورشیدی فروزان نشسته بود که بر سراسر زندگی ابو طالب پرتو افشانی می کرد. خورشیدی به نام محمد. پیامبر آن سوی بالین پیرمرد دامنی از نیایش فرا گشاده و لحظه های سخت جدایی را به گفتگوی با معبود می گذرانید. ابو طالب را میل آخرین سفر بیدار شده بود. روزی را به خاطر آورد که زاده برادرش یتیم عبدالله نوجوان بود و هنگام سفر ابو طالب به شام برای تجارت دل از عمو بر نمی کند. افسار شتر را در دست گرفته بود و پا می فشرد که عمو جان مرا نیز با خود ببر. اکنون که می روی مرا به که می سپاری؟ نه کسی دارم و نه خویشی، نه پدر و نه مادر. چشمه عشق ابو طالب را سخر محمد جوشان کرد. جان برادرزاده بود و جان او. فرزند عبدالله را با خود همراه کرد و کاروان مکه دل داد به دست گرمای بیابان. اما کدام گرما که هرگاه آفتاب دست تجاوز باز می کرد ابری در آسمان پیدا می شد و کاروان را زیر چتر خیش می گرفت. ابر به همان سو می رفت که محمد می رفت. روزهای روز همراه کاروان بود، گاه آهسته بود، گاه به شتاب. همین ابر بود که راهب صومعه نشین شام را از آمدن موعود پروردگار باخبر کرد. وقتی که آفتاب ذره ذره نورش را در اتاقم می ریخت،
با شنیدن صدای پاهایی که در راه روی صومعه می پیچید از خواب برخاستم. از همان لحظه احساس کردم که روزی متفاوت با روزهای دیگر در صومعه آغاز شده است. یکی از برادران روحانی در حال دویدن به من رسید و گفت: کاروان به صومعه نزدیک می شود. مقصود او کاروان عربهای مکه بود که همساله کالای تجارتی خود را به شام می آوردند. هنگامی که کاروان ده ها قدم آن سوتر از مقابل صومعه می گذشت، پیر و پیشوای ما بهیرا فرمان داد که دروازه را بگشایند. آنگاه به سوی کاروان دوید تا از آنان استقبال کند. اهل کاروان، مقدمتان مبارک باد. شترها از حرکت باز ماندند، چهره ها به سوی او برگشت. خوش آمدید مسافران. یکی از مردان کاروان پیش آمد و گفت: 15 سال است که همراه این کاروان از کنار صومعه تو می گذرم، اما نخستین بار است که خوش آمد تو را می شنوم. بهیرا مهربان فریاد زد: شما مهمان ما هستید و نکویی به مهمان واجب. اینک از تمامی شما می خواهم که غذای نیم روز را بر سفره ما بنشینید. تاجران عرب شگفت زده از این دعوت از ادامه راه باز ماندند و یکی یکی به صومعه در آمدند. ساعتی بعد بوی گوشت بریان گرگ‌های گرسنه دشت را دیوانه کرد و طبق‌های طعام همچون نگینی زیبا بر حلقه سفره جا گرفت. بهیرا از میهمانان عذر تقصیر خواست و ایشان را به خوردن فراخواند. لحظه‌ای نگذشته اهل کاروان دست در سفره داشتند که بهیرا آشفته حال پرسید: آیا کسی از شما هست که بر این سفره حاضر نشده باشد؟ تاجران در هم نگریستند. کسی از ما باقی نمانده، همگان آمدند. ناگهان پیرمردی سپید موی و درشت اندام بلندتر از بقیه گفت: آری بهیرا، من کودکی دارم که بیرون صومعه و در کنار بارها مانده است. بهیرا به سوی آن مرد نگاه گردانید و گفت: ای ابو طالب، شما بزرگ مکه و سربر این کاروان هستید. چگونه میتوان پذیرفت که فرزندتان بر این سفره ننشیند؟ یکی دو نفر از مردان زیر لب گفتند: او کودکی بیش نیست، وی را به مراقبت از بارها گماشتیم. بهیرا به تأسف سری تکان داد و گفت: خواهش من اون بود که تمام اهل کاروان غذای نیمروز را مهمان صومعه باشند. کوچک و بزرگ، خرد و کلان، چه تفاوت دارد؟ دو راهب برای مراقبت از بار تاجران بیرون صومعه به انتظار ایستادند و کودک ابو طالب به تالار وارد شد. محمد بیش از 12 سال نداشت، اما نگاهش به سنگینی مردان بود. ابو طالب از سفره پس کشید، کودک را میان دو دست گرفت و گفت:
این از همان فرزند که بیرون مانده بود. بهیرا که چشم از نوجوان برمی داشت زیر لب گفت: ای کاش تنها او می آمد و دیگران بیرون مانده بودند. آنگاه به اشاره وی را پیش خود خواند، زانو زد تا چهره به چهره او گردد. با نگاهش نوجوان را برانداز می کرد، گویی گم شده ای را باز یافته باشد. نامش چیست؟ نامش محمد است. بهیرا ابروانش را در هم فرو برد و گفت: این نام را در میان عرب‌ها نشنیده بودم. ابو طالب گفت: این نام را پدرم عبدالمطلب برای او برگزید. تا هنوز ابو طالب سخنی بر زبان نیاورده بود که بهیرا پرسید: ای سرور عرب، چگونه ممکن است او فرزند شما باشد؟ در کتاب‌های ما مسیحیان که ویژگی پیامبر بعدی را آورده‌اند نوشته شده که ستوده آسمان‌ها، همان که نشان نبوت را میان دو کتف خود دارد، هرگز روی پدر نخواهد دید. ابو طالب در حالی که نگاهش برق شادی داشت پاسخ داد: راهب بزرگوار صومعه و پیشوای مسیحیان درست میگوید. من پدر محمد نیستم. او فرزند برادرم عبدالله است که هیچگاه روی فرزندش را ندید و محمد چشم به دنیا نگشوده پدرش را از دست داد. سیل اشکی که از عمق دل و جان سرچشمه می گرفت و در خانه چشم موج می زد از خود بی خودم کرده بود. باور نمی کردم که با دیده های گناهکار خود پیامبر آینده را ببینم. تالار چون زندانی تنگ در آغوشم گرفته بود و برای پرواز مرغ جانم آسمانی نداشت. به حیات صومعه رفتم و دیگر ندانستم که در تالار چه گذشت. لحظه سخت جدایی فرا رسید. شترها از جا برخاستند و همپای مردان کاروان آماده ادامه سفر شدند. اما انگار ابو طالب و آن نوجوان که صدها چشم به او دوخته شده بود، دورتر از دیگران شتری را آماده می کردند تا از راه آمده دوباره باز کردند. از بهیرا پرسیدم: آن دو چه می کنند؟ جواب داد: به ابو طالب سفارش کردم که از جان برادرزادش مراقبت کند و از خطرات دورش نگاه دارد. به او گفتم که محمد پیامبر آخرین خواهد بود و ایمان آسمان و زمین از چشمان او روشنایی می‌گیرد. باید این نور را تا زمانی که خداوند اراده کند حفظ کرد. ابو طالب نیز از ادامه سفر چشم پوشید و تصمیم گرفت محمد را به شهر و دیارش بازگرداند. دقایقی بعد هر دو کاروان برا آرام رحمت الهی را بر من جاری سازد. پیامبر بر بالین عمویش ابو طالب نشسته بود و او را با نگاهش می نواخت: عمو جان، حق خویشاوندی را به جا آوردی و در کار من هیچ فروگذار نکردی. خداوند پاداشت را نیکو گرداند. لبخندی میهمان چهره ابو طالب شد و
پیرمرد را آماده دیدار دروغ که سالها به وجودش طرف. مریم مادر عیسی، کلثوم خواهر موسی، آسیه همسر فرعون و خدیجه دیگر نشنید. او همدمان خود را در لحظه ولادت فاطمه بیاد آورد و بار دیگر در اختیارم نهاد، در حالی که دیگران بی بهره هم گذاشته بود. تاکستان تیرهای چوبی را به زمین می کوفتم و بین آنها پل می بستم تا شاخه های لغزنده تاک دست به گردن داربست ها حرکه کنند و قامت خود را راست نگاه دارند. آن سوی باغ اربابانم عتبه و شیبه، پسران ربیعه، بر تختی که شبها بران می آسودم تکه زده بودند و زیر سایبانی که از پیوند شاخه های پربرگ ما فراهم آمده بود سر و تن را از نگاه آفتاب پنهان می کردند. آن روز را دو برادر به طائف آمده بودند تا دمی از گرمای مکه در امان بمانند و یکی دو بار شتر از بار درختان مو به سوغات عیال و اهل خیش ببرند. تابستان که فصل بار دادن باغ بود، هر از چند روزی اربابان من یکا یک یا با هم به باغ می آمدند و نیمه ای از روز را در طائف سپری می کردند. آن روز نیز یکی از همین روزها بود. خاندان هاشم ابو طالب هنگامی که چشم بر هم گذاشت و دار دنیا را ودا گفت، مکه برای پیامبر زندان شد. چه روزها و چه شبها که وقت خود را در خلوت خانه می گذراند و جز برای ساعتی راهی کوی و بازار نمی شد. مکیان در بحبوحه جنگی که خود آتش آن را برافروخته بودند، پیامبر را دور از ابو طالب بدون سپر یافته بودند و به تیر دشنام آزار وجودش را نشانه می گرفتند. در هر گذر خطری در کمین پیامبر نشسته بود. قریش در شکستن دل پیامبر گوی سبقت را از یکدیگر می رو بودند. در این زمانه بود که پیامبر گویی که دل از مکه و مردمش برداشته باشد راهی طائف شد تا با جمعی از سقیف که شهر نشینان طائف بودند گفتگو کند، به این امید که پایگاهی دیگر بیابد و پیروانش را در نقطه امن پناه دهد. تاک را بر دوش تیرک‌های چوبی سوار می‌کردم که اربابم عتبه فریاد زد: عداس، تبرات را بیاور تا شاخه‌های خشکیده را بزنیم. تبر را چند روزی پیش به امانت داده بودم. به عتبه گفتم که چنین کردم. گفت: اینک برو با آن امانت بستان. اطاعت کردم و بزرگ است، بی‌نیاز
نه می زاید و نه زاده می شود و اوست بی همتای عالم. اگر در پی بزرگی و سروری هستید، بدانید که سر در مقابل بت‌ها فرود آوردن جز خاری و بی‌مقداری نصیبتان نمی کند. اما خدای یکتا را پرستیدن، خدایی که خالق آسمان ها و زمین است و هیچ چشمی توان دیدنش را ندارد، آدمی را بزرگ می کند و سروری می بخشد. به خدای یگانه ایمان آورید و هدایت را از وی بجویید تا رستگار شوید. اکنون که قریش به تیر نادانی پرنده رستگاری را بر بام خانه خود نشان گرفته، شما مردم ثقیف به دفاع از رسول خدا برخیزید و افتخاری ابدی از آن خود گردانید. ساعتی به گفت و شنود گذشت، سرانجام پیامبر سکوت کرد تا از پسران ابن عمیر پاسخی بشنود. اشراف ثقیف هر یک در گوشه‌ای از اتاق بر بالشی تکیه زده، بادبزنی در دست، به یک دیگر نگریستند. یکی از ایشان گفت: هیهات از آن که تو پیامبر خدا باشی. دیگری از برادران گفت: هیهات از خدا که چون تو را به پیامبری برگزیند. و آن که از همه بزرگتر بود گفت: اگر تو پیامبر باشی، جایگاهت فراتر از آن است که با ما سخن بگویی، و اگر پیامبر نباشی، سزاوار نیست که ما با تو سخن بگوییم، پس حرفی میان ما نمی ماند. اینها را که پیامبر شنید، یأس در دلش خانه کرد و گفت و شنود را بی‌فرجام دید. برخاست تا از میزبانان خود جدا شود، اما قبل از آن از ایشان قول گرفت که آمدنش را به طائف با کسی در میان نگذارند تا بتواند خود را به سلامت به مکه برساند و از بدخواهی حسودان و نادانی جاهلان در امان بماند. سه برادر به آنچه پیامبر خواسته بود وعده دادند، هرچند که به وعده خود وفادار نماندند و کودکان را واداشتند تا پیامبر را بدرقه کنند. خبری را که به امانت داده بودم بازپس گرفتم و از میان کوچه باغ‌ها به سوی تاکستان بازگشتم. ظهر نزدیک شده بود و آفتاب تابستان طائف را زیر بالا پر گرفته بود. نسیم صبحگاهی دیگر نمی‌وزید و جز سایه درختان از گرما پناهی نبود. هوای طائف آن روز مرا به یاد هوای نینوا انداخت. در آن چند سال که غلامی پسران ربیعه را می کردم، به اندازه آن روز هیچگاه به یاد وطنم نیفتاده بودم. دلتنگی برای یار و دیار دلم را به تنگ آورده بود. در حجاز، در لابلای درختان باغ انگور فراموش شده بودم. نه خویشی، نه کسی، نه هم صحبتی و نه هم دینی.
برخی شبها که خواب از چشمانم می‌گریخت و ستاره ها را در آسمان می شمردم، با پیامبرم عیسی مسیح شکوه می کردم و از او که نجات بخش انسان ها بود راه نجات را می جستم. اما چه سود که اسیر مشرکان مکه بودم و راه نجاتی در برابرم پیدا نبود. سرگرم این افکار بودم که ناگهان صدای کودکانی که در کوچه ها می دویدند به خودم آمد. لحظه گذشت که ایشان را در پشت سر خود یافتم. ایستادم تا بازیکنان بیایند و بگذرند، اما نه، آنها بازی نمی کردند. مردی از پیشاپیش کودکان می گریخت و او را با سنگ و کلوخ می زدند. غریب و ناآشنا بود، چهرهش را به خوبی نمی شد دید که با دو دست سر و صورت را از هجوم سنگ و ریگ دور میکرد. اما از قد و قامتش برمی آمد که قریشی باشد. غوغای کودکان چنان اوج گرفته بود که هیچ صدای دیگر به گوش نمی آمد. تعدادشان چندان بود که گویی تمامی کودکان شهر را در کوچه ها گرد آورده باشند. می خواستم مرد غریب را از دسترس کودکان برهانم، اما از غلامی مسیحی که خود در آن شهر غریب بود چه برمی آمد؟ حیران و اندوهگین بر کناری ایستاده بودم که ناگاه فکری به خاطرم رسید. بنای دویدن گذاشتم و با شتاب خود را به باغ رساندم. کودکان طائف مردی را در میان کوچه ها به سنگ می زنند و هیچ کس امانش نمی دهد. به گمانم مردی از قبیله شما قریش باشد. آیا اجازه می دهید در باغ را به رویش باز کنم؟ قطبه نگاهی به برادرش شیبه انداخت. از اینکه مردی قریشی در کوچه های طائف سنگ خورده کودکان باشد هر دو تعجب کردند. آنگاه به من اجازه دادند تا مرد غریب را به باغ بیاورم و از داستانش جویا شدم. غریبه را به تاکستان آوردم و در کنار دیواری زیر سایه درختی نشاندم. او را عتبه و شیبه دورا دور که دیدند شناختند. گمان من درست بود و غریبه مردی قریشی بود. خونی که از پیشانیش بیرون زده بود دم به دم با قطره های عرق می آمیخت و از گونه‌اش پایین می ریخت. دویدن در کوچه های گرم و ضربه های سنگ و کلوخ را چشیدن رمقی برایش باقی نگذاشته بود.